امروز برای شما امراهان و عزیزان و رهپویان کانال و علوم غریبه یک پاکسازی رو، البته قسمت اولش رو، بنده از سری پاکسازی های چاکرا انتخاب کردم برای چاکرای ششم یا چاکرای آژنا که خب همه اون رو با چاکرای چشم سوم میشناسید. اگر شما هم مشتاق هستید به یک نمونه از پاکسازی و ختم این پاکسازی، با من در ادامه همراه باشید و ذره به ذره ما رو دنبال بکنید. با نام و یاد حضرت قدوس دادار پایدار حی قیوم ایزد توانا و با درود و عرض احترام خدمت شما عزیزان، همراهان، گرامیان در هر کجایی از گیتی که هستید، امیدوارم تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همواره تندرست باشید، همواره کالبت هاتون در صحت و سلامت باشند و در کنار خانواده محترمتون، یا اگر در دور از وطن خودتون هستید در غربت سلامت باشید. عزیزان و گرامیان، بارهای بار یک مطلب رو در هر برنامه تکرار کردم، اینکه اگر واقعا میخواید به درگاه های نور و علوم غریبه و عالم بالا برسید و نور حقیقت برای شما سریعتر باز بشه، یک فوت کوزه‌گری داره و بسیار هم آسان هست. به بزرگترها، به پدر و مادر، به برادر و خواهر، به حتی کوچکترها، به کسانی که نمیشناسید موسپیدان احترام بکنید. عزیزان، در کهن ما این مطلب بسیار بسیار قابلیت ارزش داشت و متاسفانه امروز مقداری رنگ باخته. عزیزان و دوستان، اگر که خانوادتون در قید حیات هستن، سایه‌شون بالا سرتون مستدام، و اگر عزیز رو از دست دادید، روحشون قرار نور الهی باشه، سپاسگزارم از عزیزانی که کانال رو حمایت میکنن، سپاسگزارم از عزیزانی که لایک میکنن، کامنت میگذارن، کانال های ما رو در شبکه های مختلف، یوتیوب، رامبل و در بقیه جاها به دوستان خودشون پیشنهاد میدن، شیر میکنن. این باعث کمک بسیار زیادی به ما میشه عزیزان. با یک لایک کردن، کامنت گذاشتن برای ما بسیار بسیار کمک میکنید شما به این که خب متاسفانه بنده عرض کردم بارها، اگر شما بتونید به کانال کمک بکنید، گره بسیار بزرگی از ادامه راه برمیدارید عزیزان. و خب عزیزانی که میتونن این کار رو بکنن دریغ نفرمایند. عزیزانی هم که نمیتونن، با همین لایک کردن و کامنت گذاشتنشون و سابسکرایب در کانال های ما بسیار بسیار کمک میتونن به ما بکنن. الان لایک رو بزنید، کامنت رو بگذارید و اگر هم عضو کانال هستی سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید، بریم برای این آموزش. خب عزیزان، همونجور که میدونید گفتم که چاکرای ششم، چاکرای شش، همون چاکرای چی هست؟ چاکرای آجنا، که خب در زبان سانسکریت بهش میگن چاکرای آجنا یا چاکرای چشم اصطلاحاً سوم هست، که یک علامت به این صورت اینجوری داره. این علامت تقریبا به این صورت هست. در مصر باستان هم بر روی سنگ نوشته ها این علامت بوده. خب این همون اصطلاحاً چاکرای چشم سوم است، که خب خیلی که خب همه ماها برای شهود به آن وابسته هستیم، که البته 100% شما برای شهود به دیگر چاکراتون هم عزیزان نیاز دارید، فقط این نیست که شما چاکرای چشم سوم باشه بلا غیر. خیر، اما من امروز ختم، اولا یک قسمت از ختم رو میگذارم، یعنی ختم رو کامل میگذارم، ولی این ختم چند جلسه داره، هر ختمش متفاوت هست. این ختم 40 روزه است دوستان، و حالا هم خانم ها هم آقایان بدون هیچ مشکلی میتوانند انجام بدهند. حتی خانم ها اگر که در روزهای حالت طبیعی بدنشون بودند هم میتونن این مورد رو انجام بدن و هیچ منعی براشون نداره. خب بریم سراغ انجام عمل. دوستان، این عمل، این ختم،
دو زمان داره، از روز یکم تا روز 21 و از روز 21 تا روز 40. یعنی این ختم یه قسمتش از روز 1 تا 21 هست، از روز 21 تا 40 باز یه قسمتی به ختم اضافه میشه. حالا باید چه صورتی و به چه شکلی انجام بشه من به شما میگم. اولا دوستان این رو بدونید که بهتر است این ختم از اول ماه قمری باشد. بهتر این ختم از اول ماه قمری باشه، به خاطر اینکه عرض کردم دیگه قدرت ماه به سمت بیشتر شدن هست و بسیار بسیار قمر بر روی ما تأثیر گذاره. عزیزانی که دوره مقدماتی علم غریبه رو گرفتن، در اونجا من توضیح دادم در مورد نجوم مقداری، نجوم مقدماتی که میتونید ازش استفاده بکنید. خب پس این رو دونستید که اول ماه بهتر انجام بدید. فقط دوستان از شما تقاضا میکنم اگر قمر در عقرب نباشد بهتر است. شما زمان شروع بهتر است نباشد، یعنی قمر در عقرب نباشد. اگر در وسط ها یا مثلا دو سه روز ابتدای شما شروع کردید رفتید تو قمر در عقرب، مشکلی نداره، ولی اولش بهتره که نباشه. خب دوستان برای این عمل لباس شما باید سپید باشد. یه لباس سرهمی اگر داشته باشید خیلی بهتر است. سرهمی خانم ها هم چادر سفید دیگه، میدونید این رو. شما عزیزان موردی که باید بسیار بسیار بهش توجه بکنید، این عمل بخور ندارد. اگر بخور کردید برای حال و اوضاع خودتون و برای قدرت گرفتن مغناطیستون بهتر هست، ولی عمل لزومی به بخور ندارد. بعد این عمل عزیزان خط مندل ندارد. این عمل چی دیگه ندارد؟ تحسین واجب ندارد. حالا تحسین خوندید بهتر هست، از اون همون چاقوی که من همیشه گفتم داشته باشید استفاده بکنید، خیلی خیلی بهتر هست. ضمناً عزیزان بنده به دلیل درخواست های شما تعدادی چاقو رو انجام خواهم داد، کارش رو در ایام سعد بعد از گذشتن از قمر در عقرب. عزیزانی که مایل هستند که حالا چاقویی که بنده براشون تراش میدم روش رو، و حالا چیز مخصوصی هست که من برای چاقو خودم هم خوندم و این اون رو برای شما آماده بکنم، حتما به تلگرام. و عزیزانی که حالا در خارج هستن متاسفانه به دلیل اینکه فعلا کسی نیست که برای شما چیزی بیاره، مگر اینکه آشنایی داشته باشید که بتونه فعلا از ایران تا ماه آینده خارج بکنه، ولی خب عزیزانی که در ایران هستن بنده میتونم براشون بگم با طریق پست بفرستن. به تلگرام و آیدی تلگرام که بر روی تصویر ظاهر میشه و مرتبا میاد اونجا پیام بدید. خب عزیزان برای این عمل من اگر یادتون باشه بهتون گفتم که بهتر است که همیشه یک اتاق تنها داشته باشید، درسته؟ یعنی در یک اتاق تنها برید انجام عمل بکن. اما در این خط لزومی به اتاق تنها نیست. اگر اتاق تنها داشتید خیلی بهتره، اگر نداشتید لزومی نداره که شما اتاق تنهایی داشته باشید، حالا برید در اون اتاق. و اگر داشتید عرض میکنم بهتر هست عزیزان، داشته باشید بهتر هست. اگر هم نداشتید که راحتی میتونید. خب صبح قبل از شروع چی کار بکنید عزیزان؟ صبح قبل از شروع همیشه گفتم دیگه غسل و نیت انجام عمل. خب این که از اینو صبح پاشو عمل رو انجام دادید، خب حالا چی کار میکنید؟ شب میرسید به شب بعد از نماز چی دوستان؟ عشا، یعنی ساعت همون 9:30 تا 10 مثلا 10:30 شب.
باز هم دارم میگم عزیزان، چه در دعوات چه در خطوم، هر ساعتی که شب اول شروع میکنید همون ساعت، هر شب هر جایی که شروع میکنید همونجا دیگه جاش رو من باید تغییر بدید عزیزان. این رو بارها من تکرار کردم، باز از عزیزان میان میگن آقا ما این کار رو میکنیم، اگر اینجوری بشه چی میشه، این میشه آن میشه، اینها قابل قبول نیست. یا خط رو شروع نکنید، اگر خط رو شروع کردید حتما اینها رو باید رعایت بکنید. خب پس حالا یا وارد این اتاق خلوت میشید یا نمیشید دیگه اون رو خودتون میدونید. ختم به این صورت هست که هر شب دوستان از شب 1 تا 21، هر شب از شب 1 تا 21 یک مرتبه سوره یاسین میخوانید. 72 مرتبه سوره و شمس میخوانید. 21 مرتبه سوره تکویر میخوانید. خب همیشه بهتون گفتم دیگه 14 صلوات مخصوص ابتدا و انتها، در ابتدا و انتها، این رو هم در انتها میگید و هم در اولش. پس از شب اول تا شب 21 چیکار میکنید؟ 14 صلوات مخصوص رو میفرستید، 1 مرتبه سوره یاسین میخونید، 72 مرتبه سوره بشمس میخونید، 21 مرتبه سوره تکویر میخونید. بعد دوستان همراه خودتون یک کاسه چینی آب میبرید. حالا یا اونجایی که هستید تو اتاق، یا اگر نیستید جلوتون یک کاسه آب میذارید، خوندید مرتبا در آب فوت بکنید، و این رو من بهتون بگم دوستان، قبل از شروع همیشه نیت رو بکنید. درسته صبح روز عمل نیت کردید، ولی این رو انجام نیت بکنید که من برای پاکسازی چاکرای چشم سومم و پاکسازی بصیرتم و اینکه قدرتمند شدن چشم سومم این کار رو میخوام انجام بدم. و این رو که اینها رو که خوندید، 1 مرتبه سوره یاسین، 72 مرتبه سوره شمس، 21 مرتبه سوره تکویر، در این آب فوت کردید، از اون آب مقداری صورتتون رو میشورید و از اون آب میخورید. دوستان عزیز زیاد آب نریزید که بقیهش رو مجبور بشید، یا باید همش رو بخورید به صورتتون بزنید و از این، پس یادتون نره، یک مقداری از آب میمونه نگه دارید که صبح که پا شدید بدونی که از با کسی صحبت بکنید اول از اون آب به صورتتون میزنید و اون آب تموم میشه. باز شب بعد تا شب 21، شب 21 دیگه این عمل انجام دادید، میرید وارد فاز دوم عملتون میشید. خب پس از شب 21 تا 40 عملتون به این صورت هست: 1 مرتبه سوره یاسین، 72 مرتبه آیت الکرسی و 21 مرتبه سوره و شمس میخوانید. 1 مرتبه باز سوره یاسین، 72 مرتبه آیت الکرسی، 21 مرتبه سوره و شمس میخوانید. 2 رکعت نماز باید هر شب از شب 21 تا 40 بخوانید، که در نمازتون بعد از حمد، در رکعت اول، بعد از سوره حمد باید 7 مرتبه سوره کوثر بخوانید، و در رکعت دوم بعد از حمد چی باید بخوانید دوستان؟ 21 مرتبه سوره قدر. بعد میرید سراغ این عمل. این دوستان عزیز و اون آبی که گفتم رو در اینجا هم باید اجرا بکنید و انشالله به امید خدا من قول بهتون میدم، این رو یقینا دارم عرض میکنم، شما در بدترین روحانیت اگر باشید، از شب بدترین روحانیت اگر داشته باشید، یعنی دیگه اصلا خیلی روحانیتتون پایین باشه، مگنتتون کم باشه، از شب 23 به بعد شکل خواب شما، شکل خواب، رؤیا و شنیدار شما تغییر می کند.
اصلا شکل فهمیدن شما عوض میشه، صداهایی رو ممکنه بشنوید، خیلی خواص و عجایب داره عزیزان، و هر چه دیدید هر چه شنیدید به صورت یک راز نزد خودتون نگه میدارید عزیزان. فقط توصیه بنده به شما این هست که از این سری پاکسازی چاکرا ششم انشالله خداوند اون بده 10 جلسه میگذاریم که حالا بقیه پا چاکرا هم خواهیم گذاشت. ولی عزیزان دوستان این رو من به شما بگم که شما به ضرس قاطع هر جور که باشید این از شب 23 به بعد براتون اتفاق میفته، اما نماز واجب سر موقع، غیبت نکنید ممنوع، دروغ، تهمت، ناسزا، بد اخلاقی و خیلی چیزهای دیگه، مخصوصا قضاوت عزیزان، قضاوت، اینها بسیار 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 خطرناکه و نابود میکنه شما. هرچی اینجا زحمت میکشید مثل یه ماشین میمونید، گذاشتید دنده یک پاتون هم گذاشتید رو ترمز، بعد هرچی میخواد تو سربالایی برید، خب سربالایی پاتون رو ترمز ماشین نمیره، پاتون از ترمز برمیدارید ماشین برمیگرده عقب، شما دقیقا مثل اون حکایت خواهید شد. پس این رو یادتون نره عزیزان، کشف سر بسیار بسیار مهمه، کشف سر نکنید عزیزان، حواستون به خودتون باشه و انشالله که خبرهای خوش رو من آرزو میکنم به شما برسه. ضمناً عزیزان این شبکه‌ای که بنده من در این شبکه کانالی ساختم و خب چند نفر از عزیزان اونجا اومدن و همراه ما هستن، شما این شبکه رو که لینکش در دیسکریپشن و بر روی تصویر هم میاد و در کانال تلگرام هم هست، این شبکه رو هم داشته باشید. انشالله از فردا در اون شبکه هم برنامه هایی رو که در یوتیوب نیست در اونجا خواهیم گذاشت و این شبکه رو هم حمایت بکنید، کانال دیگه ما رو هم حمایت بکنید عزیزان. اون عزیزانی هم که میتونن به کانال هر چقدر دلشون میخواد، چه از طریق گزینه تنکس زیر کلیپ ها در کانال و چه از گزینه پیپل میتونن به کانال کمک بکنند. کانال به شدت به حمایت شما نیاز داره برای ادامه. سپاسگزارم از لطف شما و خیلی متشکر. فکر کنید که رفتید یک کلاس، ولی خب کلاسی که ما حتی در عموم میدانیم بسیار پربارتر از بقیه کلاس هاست عزیزان. خیلی متشکر و ممنونم از همراهی شما، سپاسگزارم، در پناه ایزد باشید. من دعا میکنم همه شما رو، شما هم بنده رو به شدت دعا بکنید و نیازمند دعای خیر شما عزیزان نورانی هستم. در پناه حی توانا باشید و قادر متعال خداوند ودود یارو نگهدار شما، دادار پایدار، تا برنامه آینده یارو یاور شما.